ژن مغلوب عدم وجوده. اینجا کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی از شهرهای مختلف استان دعوت شدند تا آخرین یافته های تحقیقاتی را در ارتباط با تخصص های مختلف دریافت کنند. انواع آفات که تو مزارع وجود داره در مورد تغذیه گیاه کلزا اینجا دارن تحقیقاتشون رو بیشتر میکنن روی مقاومت به بیماری، آفات، تنش ها. خیلی مسئله جدیدی بود که ما بدونیم چه موقع و به چه نحوی از علفکش ها استفاده کنیم. آرمان و آراز دو رقم جدید گندم هست که به تازگی معرفی شد. ویژگی مهم اینا عملکرد بالا، کیفیت نان خوب و متحمل نسبت به بیماری های شایع گندم در استان گلستان می باشد. رقم مهتا اولین رقم بدون تانن باقلای کشور هم برای استفاده در جیره طیور و خوراک دام معرفی شد. این رقم قابل برداشت مکانیزه است، مقاوم به بیماری، درصد پروتئین بالایی دارد. در کلزا هم از رقم‌های جدید رونمایی شد. سه رقم جدید و در واقع که رقم‌های اوپی هستند که و بعضش به راحتی قابل تکثیر هست توسط محققین مرکز سایگا، رقم‌های مثل آرام، روشنا در واقع معرفی شده که نمونه‌های از این رقم‌ها اینجا کش شده که انشالله تو برنامه تکثیر انبوه بعض قرار دارن. دو گروه کارشناس هم این یافته ها رو به کشاورزان منتقل می کنند. 365 نفر هستن که این کارشناس های پهنه هر کدامشون به تعداد 3 الی 4 روز در اختیارشون قرار داره. یک گروه کارشناس های دیگه داریم که همکارای بسیج ما هستن، ترش شهید ساجدی هستن که عرضم که 1460 نفر در کشت های پاییزه گندم، جو، کلزا و حتی چوغندرقند داشتن که ما برای همه شهرستان ها اینا معرفی شدن. و مهمترین برنامه آتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سایت کشاورزی گندم بنیان رو در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد ما فعال کردیم که انشاءالله بتوانیم شرایط فراهم کنیم که کشت روی پشته، کشت در واقع کشاورزی حفاظتی توسعه پیدا کنه. داریم روی سیستم های نوین آبیاری کار تحقیقاتی رو در واقع انجام میدیم، همینطور استفاده از آبهای نامتعارف. انتقال یافته های تحقیقاتی علاوه بر افزایش دانش کارشناسان پهنه موجب ارتقاء عملکرد محصول و افزایش درآمد کشاورزان میشه. اسماعیل البرزی، خبرگزاری صدا و سیما، گرگان.